فطرة هر يك موجودات زنده دليل نشانه های حسي و عقلي همه اينها در حقيقت شهادت بر آن ميدهند كي اين عالم آفریدگاری حکیم دارد که تنها او سزاوار عبادت است و بر ما واجب است که به او ایمان داشته باشیم و برای الله تعالی در هر چیزی حرکت کننده و در هر چیزی به حرکت شاهد است و در همه چیز برای او علامت و نشانه های است که دلالت به یکتا بودن او تعالی میکند و ایمان آوردن به الله تعالی اصل اصول و بزرگترین واجبات است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که افضل ترین اعمال کدام است؟ فرمودند ایمان به الله تعالی است. ایمان به الله تعالی چهار رکن دارد. یکم ایمان به موجود بودن او تعالی، دوم ایمان به ربوبیت او تعالی، سوم ایمان به الوهیت او تعالی، چهارم ایمان به اسما و صفاتش. پس موجود بودن او تعالی خیلی واضح است که به آن فطرت، حسیات و عقل دلالت میکند و همه چیزهایی که در کائنات هستند به یگانگی او شهادت میدهند. الله سبحانه و تعالی میفرماید آیا به هیچ آفریننده آفریده شده اند یا آنها خود آفریدگارند؟ آیا آسمان ها و زمین را آفریده اند؟ بلکه آنها باور نمی کنند. سوره تور آیت 35 و 36. ایمان به ربوبیت او تعالی این اعتقاد کردن به اینکه پروردگار خالق و رازق یعنی آفریدگار و رزق دهنده است تحقیق می‌یابد. تمام ملک و داننده راه حل چاره ها در دست پروردگار است. یگان جنبنده جنبیده نمی‌تواند مگر با اذن و امر او تعالی. بگو کیست آنه که از آسمان و زمین به شما رزق روزی می‌دهد؟ کیست آنه که دارای شنوایی و بینایی است؟ و کیست آنه که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌کند؟ و کیست آنه که تدبیر ساز کارهاست؟ پس زود است که آنها گویند البته الله است. پس بگو که آیا نمی ترسید؟ ایمان به الوهیت او تعالی این اعتقاد کردن به اینکه نیست معبودی بر حق به جز او تعالی. پس عبادت را به غیر او صرف کرده نمی شود و ثواب آن را انتظار می شود مگر از او تعالی. الله تعالی فرمود بگو به درستی که نماز من و حج قربانی من و زندگانی من و موت من همه برای الله است که پروردگار عالمیان است. او را هیچ شریک نیست و به من این فرموده شده است و من نخستین مسلمانم. سوره انعام آیت 162. اما ایمان به نامهای الله و صفتهایش این است که ما باید الله تعالی را از هر عیب و نقصان پاک بدانیم و هر آن چیزی که الله تعالی در کتاب خود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنتشان آن را ثابت کرده اند ما نیز باید به یگان تبدیل و تغییر و به چگونگی و مانند کردن آن را ثابت بکنیم. الله تعالی فرمود و نام های نیک از آن الله است. پس او را به آن نام ها بخونید و کسانی را بگذارید که در نام های الله کجروی میکنند و به آنها جزای آن چی که میکردند داده خواهد شد. سوره اعراف آیت 180.